درود بر شما. این دستگاه چایساز هست. میخواییم برد این دستگاه رو با هم بررسی کنیم، ببینیم این قطعات چی هستن و چرا در اینجا قرار گرفتن. در واقع میخواییم یک تحلیل ساده از مدار انجام بدیم. اول دستگاه رو ببینیم. این بخش المنت هست و در اینجا یک سنسور دمو این زیره با این کانکتور وصل میشه به برد. این بخش برای گرم کردن آب. حالا میخواییم مدار رو بررسی کنیم. در اینجا ولتاژ ها وارد میشن. اینجا یک مقاومت کاهنده جریانه و میرسه به این خازن. ما میدونیم این دستگاه ها ترانس یا منبع تغذیه سویچینگ ندارن. به کمک یک خازن جریان رو کاهش میدیم تا ولتاژ پایین بیاد. بعد از اون دیود ها قرار گرفتن. دوتا دیود زنره که همه رو براتون شرح میدم. یک ترایاک BT137 است. این برای المنت. در اینجا یک میکرو کنترلر هست. تمام کارهای برد رو این انجام میده. و در اینجا لمسی ها هستن که این رو هم کاملا با هم بررسی میکنیم. یک نمایشگر هم در اینجا داره. خب حالا میخواییم برد رو بررسی کنیم. در اینجا ورودی برقه. یک خازن داریم برای کاهش جریان. یک ترایاک هست BT137. دوتا خازن. یک ریگولاتور 7805. اینا لمسی ها هستن. یه نمایشگر و یک میکرو کنترلر. مهمترین بخش اینجاست. این دستگاه ها غالبا دو تا ولتاژ دارند. یک ولتاژ 12 ولت و یک ولتاژ 5. میکرو کنترلر از 5 ولت یا 3.3 ولت استفاده میکنه. پس این رگولاتوری که در اینجا هست 7805 به احتمال زیاد مربوط به همین IC هست. حالا چرا 12 ولت داریم؟ گیت ترایاک با ولتاژ کم به خوبی راه اندازی نمیشه. به خاطر همین به احتمال خیلی زیاد این 12 ولت برای تحریک این گیت ترایاک هست. در بعضی از مدارات شما اینجا رله میبینید. دیگه ترایاک وجود نداره. ولی هدف از این طراحی چیه؟ اولین موضوع کاهش قیمت. یعنی قطعات کمتری در مدار به کار بره. دومین مورد اینه که دستگاه عمر طولانی نداشته باشه. یعنی بعد از مدتی استفاده کردن ناچار به تعویض بشه. اولین چیزی که میخوایم بررسی کنیم این میکرو کنترلر هست. CMS69P هست. جریان مصرفیش بین 100 تا 200 میکرو آمپره. وقتی هم تولت استنبای بره بین 10 تا 40 میکرو آمپره. ولی کارش چیه؟ این میکرو مبدل آنالوگ به دیجیتال داره. بس میتونه دما رو بخونه. اگه سنسوری وجود داره ورودی ها رو بگیره. دمای آب، ولتاژ و غیره. در اینجا کلید آن آف هم هست. یعنی وقتی دست میزنیم خاموش و روشن میشه. این سیگنال برای میکرو کنترلر فرستاده میشه. این ترایاک هم که المنت رو کنترل میکرد دستورش رو از میکرو میگیره. سنسوری که در زیر المنت بود. سنسور تغییرات رو حس میکنه، به میکرو ارسال میکنه و میکرو دستور قطع و وصل ترایاک رو میده. خروجی های میکرو به این نمایشگرم متصله. بعد شما اعداد ارقام رو در اینجا میبینید. من در اینجا کریستال نمیبینم. شاید زیر برد قطعات دیگه هم وجود داشته باشه. اگر کریستال زیر برد نباشه به احتمال زیاد از کریستال یا نوسانگر داخلی خود میکرو داره استفاده میشه. ما میدونیم که کریستال باید وجود داشته باشه برای زمان بندی و کلاک داخلیش. خب میکرو چطور این کار رو انجام میده؟ به کمک برنامه‌ای که داخلش هست. بس این میکروها پروگرام میشن. روی اغلب این بردها ما یه سری فنر میبینیم. شبیه این. اینا دکمه های لمسی یا همون تاچ هستن. ولی از نوع خازنی نیستن. ما وقتی دست رو نزدیکشون میکنیم یا لمسشون میکنیم بدن ما رسانه‌ست دیگه. باعث تغییر در مقدار ولتاژ یا ظرفیت الکتریکی نقطه میشه. حالا چه چیزی اینو متوجه میشه؟ IC میکرو کنترلر. همین تغییر کوچیک رو حس میکنه و تشخیص میده که دکمه لمس شده. حالا به نظر شما اینا تاچ خازنی هستن؟ از لحاظ ظاهری یک صفحه در اینجا وجود داره و بدن ما میشه صفحه دوم خازن. وقتی لمسشون کنیم ظرفیت این خازن تغییر میکنه. داخل IC CMS یا میکرو کنترلر یه سری مدار وجود داره. مربوط به داخل IC هست. بهش میگیم توچ سنس. این مدار چیکار میکنه؟ IC میاد یک پالس یا ولتاژ رو به این فنر میفرسته. زمان شارژ یا دشارژ خازن. منظورم همین فنر هست. با بدن ما وقتی لمسش میکنیم میاد اونو اندازه میگیره. وقتی ما دست رو نزدیکش میبریم حتی نیاز نیست لمسش کنیم. چون ظرفیت این خازن در اینجا زیاد میشه IC میفهمه که این لمس اتفاق افتاده. حالا چرا از این فنر و این صفحه داره استفاده میشه؟ دلیلش اینه که سطح بزرگتر ایجاد کنه. میدان الکتریکی در اینجا بزرگتر بشه. به خاطر همین وقتی دست ما حتی نزدیکش هم بره این تغییر ظرفیت ایجاد میشه.
و از همه مهمتر ارزانه، یه تیک سیمه، به راحتی ساخته میشه، در حالی که ماژول‌های تاج آی سی دارن و قطعات بیشتری باید استفاده بشه. منظورم این ماژوله. اینا قطعات بیشتری دارن و برای اینا باید هزینه کرد، در حالی که این فنر ساده نیاز به هزینه زیادی نداره. پس اینا در واقع سنسورهای لمسی هستن. برای پایداری این تاج هم غالبا یک مقاومت 1 مگا اوم باید داشته باشن. روی بورد که من نمیبینم. به یک مرجع وصلش میکنیم، مثلا گراند یا ولتاژ. حالا ببینیم چه سیگنالی روی اینا داریم. پراپ اسیلوسکوپ رو به این فنر متصل کردم، منفی رو به منفی این خازن. در ادامه ولتاژ گیری رو انجام میدیم. فعلا میخوایم ببینیم چه سیگنالی در اینجا داریم. خب دستگاه رو روشن میکنم، شما به صفحه اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. پس میکرو کنترلر داره یک پالس رو بر ما ارسال میکنه. حالا صفحه رو لمس میکنم. دستگاه رو روشن میکنم تا صدای بازرم بیاد. دقت بفرمایید. اسیلوسکوپ به این وصل نیست ولی به این وصله. پس میکرو کنترلر یک ولتاژ یا پالس رو برای این فنر داره ارسال میکنه. زمان شارژ و دشارژ خازن باید تغییر کنه. وقتی ما اینو لمس میکنیم این زمان تغییر میکنه، چون ظرفیت خازن داره زیاد میشه. پس اینو متوجه شدیم. حالا میخواییم ولتاژهای روی مدار رو بررسی کنیم. در اینجا دو تا خازن هست که هم اندازن. پس نشون میده که این دستگاه به احتمال زیاد دو تا ولتاژ مختلف باید داشته باشه. 5 ولت که مطمئنم، چون یک رگولاتور 7805 اینجاست. IC هم 5 ولت میخواد. ولی این ولتاژ احتمالاً بیشتره. این باید حدود 12 باشه، چون باید بتونه این ترایاک رو اندازی کنه. اگر به جای ترایاک رله بود، بیشتر رله ها هم بوبینشون 12 ولت. در اینجا دو تا زنر میبینم و دو تا دیود. این دیود ها برای یک سوسازی نیم موجن. این زنر ها میان اینا رو تثبیت میکنن. ولی چرا نیم موج؟ چرا تمام موج نیست؟ اول اینو ولتاژ گیری کنیم، در ادامه اینم براتون میگم. دستگاه رو روشن میکنم. اولین خازن رو ولتاژ بگیریم. 4.97 همون 5 ولت. حالا دومی 11.85. پس همون 12 ولت داریم. اینم اندازه بگیریم. این خازن هم 5 ولت داره. پس یه ولتاژ 12 در اینجا داریم، یه ولتاژ 5 در اینجا. اگر بخوایم این تغذیه خازنی رو جدا کنیم، یک منبع تغذیه سویچینگ یا ترانس 12 ولت می‌خوایم که به کمک یک رگولاتور 7805 ولتاژ 5 ولت رو تولید کنیم. پس نیاز به دو تا منبع تغذیه نیست. 12 ولت مستقیما به این خازن وصل میشه، به کمک رگولاتور 7805 یک 5 ولت هم تولید می‌کنیم. حالا چرا این رگولاتور اینجاست؟ 5 ولت برای میکرو کنترلر میره، برای نمایشگر میره، برای LED ها میره و این سنسورهای تاچ. جریانی که اینا مصرف می‌کنن خیلی کمه. 12 ولت در اینجا برای گیت ترایاک استفاده میشه. اگر رله داشت برای بوبین رله میره. بعضی از این دستگاه هم شیر برقی دارن. من در اینجا اپتوکوپلر یا اپتوترایاک نمیبینم. اگر اپتوکوپلر یا اپتوترایاک داشت، اونا غالبا با 5 ولت کار نمیکنن، چون جریان کافی تامین نمیشه براش. و یه نکته مهم، ولتاژ 12 ولت نسبت به 5 ولت در برابر نویز مقاومت بیشتری نشون میده، چون المنتی که در این مدار هست تولید نویز میکنه. حالا اگر به جای 12 ولت ما اینو با 5 ولت رو اندازی بکنیم چی میشه؟ جریان لازم برای گیت این تامین نمیشه. نویزی که المنت میندازه میتونه IC رو ریستارت کنه یا حتی IC دچار خطا بشه. پس 12 ولت رو باید داشته باشیم. حالا این ولتاژ ها از کجا تامین میشن؟ از طریق این خازن. در اینجا ما ترانس یا منبع تغذیه سویچینگ نداریم. یک خازن پلی استر که غالبا X2 هم هستن. این خازن ها جریان رو محدود میکنن. به اینا میگیم کپاسیتیو دروپر پاور سپلای. تو وسایل کم مصرف استفاده میشن. خیلی ساده ساخته میشن. قیمت خازن پایینه و ابعادشون هم کوچیکه. یک خازن و چند تا دیود. ولی یک مشکل بزرگ دارن. ایزوله نیستن. بعد از که جریان کاهش پیدا کرد میرسه به این دوتا دیود. به احتمال زیاد این دوتا زنرن. بعدم برد و در میارم و زیرش رو نگاه بکنیم. حالا چرا در اینجا به حالت نیم موج استفاده شده؟ به احتمال زیاد یکی از این دیودها برای ساخت 5 ولت، یکی از این دیودها برای ساخت 12 ولت که گفتیم 5 ولت برای IC و این بخش میره، 12 ولت در اینجا برای ترایاک. خروجی خازن به این دیودها رسیده، بس ورودی مشترک دارن.
خروجی هر دیود برای یکی از ولتاژها میره. چون جریان مصرف این دستگاه کمه، همین نیم موج هم کفایت میکنه. بس دیگه پل دیود در اینجا قرار ندادن. حالا چرا در اینجا دو تا دیود زنر هست؟ یکی از زنرها برای محافظت از رگولاتور 7805. اگر این خازینه که اینجا هست، یهویی ولتاژش بالا بره یا پایین بیاد، این دیود زنر نمیذاره ولتاژ اضافه به رگولاتور برسه. بس از رگولاتور محافظت میکنه. زنر دوم، یا این زنر یا این. باید زیر برد و نگاه کنم. مربوط به این ترایاک میشه. چون این ترایاک در مسیر المنت یا المنت رو داره کنترل میکنه، تو لحظه قطع و وصل شدن نویز و ولتاژ لحظه بالا داریم. زنر میاد این ولتاژ رو مهار میکنه. در اینجا دیگه رگولاتور 7812 وجود نداره. فقط یک رگولاتور داریم 7805. ما میدونیم تو منابع تغذیه خازنی شکل موج دیسی صاف و تمیز نیست، دارای ریپل و نویزه. پس این رگولاتور رو اینجا میذارن که این ریپل و نویز گرفته بشه و دقیقاً 5 ولت داشته باشه. آی سی حتما باید 5 ولت داشته باشه و این تاچ ها باید به 5 ولت برسن. دلیلش اینه که این تاچ ها به میلی ولت حساسن، همونطور که رو اسیلوسکوپ بهتون نشون دادم. ولی نکته جالبش اینه که این ولتاژ ها به صورت نیم موج تولید شدن. دلیلش مصرف کم این مدار. خازن هایی که تو اینجا قرار گرفته میاد همین ولتاژ رو صاف میکنه. پس ما دو تا دیود در اینجا کمتر داریم، هم هزینه کمتر شده و هم گرما کمتره. خب قطعه دیگه در این بالا نیست. فقط یک خازن صافی هست و یک وریستور. برد رو در بیاریم ببینیم زیر برد چی وجود داره. خب یک خازن دیگه هم در اینجا قرار گرفته. نمیدونم دستگاه تعمیر شده یا به صورت اصلی به این حالته. قبلا گفتم که برای هر تاچ باید یک مقاومت با مقدار بالا داشته باشیم. حدود 1 مگاوم. ببینم میتونم پیداش کنم. اینجاست. مقاومت 105. اگر دیده بشه. خب چند تا ترانزیستور داره؟ ببینیم ترانزیستورها از چه مدلی هستن. مولتی‌متر رو تست دیود، پراپ قرمز رو پای سمت چپ، پراپ مشکی پای بالا، 711، 713. پس این ترانزیستور NPNه. خب حالا بریم سراغ این ترانزیستور. پراپ مشکی رو بیسه، قرمز روی کلکتور بالا، 712 روی ایمیتر، 715. بس این ترانزیستور PNPه. این هم یک LED معمولیه که فقط یک صفحه روشه. مشکل این دستگاه این بود که ریست میشد، یعنی خاموش روشن میشد. به احتمال خیلی زیاد مشکل از این خازن هست. این دوتا خازن ها 1 میکرو هست، باید تعویض بشن. این خازن 5 ولت هم بهتر عوض بشه. این برای میکرو کنترلر. من خازن رو اندازه گرفتم 5 ولت داشتیم، یعنی رگولاتور هم سالم. البته بهتره که این خازن 12 هم تعویض بشه. خازن ها بعد از این مدتی کار کردن دچار خرابی میشن، مخصوصا وقتی تو گرما کار کنن. پس با تعویض این خازن ها مشکل مدار حل میشه. مدار قطعه دیگه ای نداره. این خازن برای تغذیه میکرو کنترلر هست. این مدل از میکرو کنترلر ها پایه های اولیشون ولتاژ میگیره. خب خازن رو عوض میکنیم و دستگاه رو تحویل مشتری میدیم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.